یک عارف پرآوازه رو داریم در ایران به نام ابوسعید ابوالخیر. این میگه درود خداوند بر کسی باد که حتی یک گام به پیش بگذارد. خب به این ترتیب من باید درودم رو نثار خانم مهرانگیز رساپور کنم که به پگاه شهرت داره، یکی از شعرهایی هست، یکی از بانوان ادیب ماست که گامهای بسیار به پیش گذاشته. زنیست کارا، فعال، فرزانه و جویای پروازهای بیشتر در افق شعر. و من بیشترین ویژگی که در خانم رساپور میبینم اینه که عاشقه. ببینید عشق در واقع کاراترین سلاح در زمینه ادبیات و در هر زمینه دیگری که موضوع سخن ما نیست. شما وقتی عاشق هستین میتونین خودتون رو قربانی کنین. وقتی خودتون رو قربانی کنین تازه تبدیل میشین به یک شاعر قدر، یک شاعر والا. کاری که به طور مثال فروغ کرد از زندگیش، فروغ در واقع خودش رو بخشید به الهه شعر، زندگی معمولی نکرد و گفت یار من شعر و معشوق من شعر، میروم تا به دست دارم او را. مهرانگیزم همینجوره، در واقع عاشق به شعر. به همین دلیل من شعرش رو دوست دارم. من شعرهای خوش رو دوست ندارم که شاعرها میشینن گوشه اتاق و تخیل میکنن و مهرانگیز اینجوری نیست. اهل تجربه هم هست و شعراش آکنده از تجربیات به ویژه این قرنه. خب خصوصیات دیگه هم داره که تو شعر خیلی مهمه. او احترام میگذاره به گذشته های ادبی ما، به شاعران گذشته ما. آشنا هست با سبکای شعر در ادبیات ایران، آشنای کامل داره و در واقع بدون زمینه کار نمیکنه. یعنی هر کسی به نظر من، هر شاعری بخواد بی احترامی کنه به گذشتگان و فقط خودش رو بدونه که در این حیطه داره ترک تازی میکنه، این میبازه، نمیتونه موفق شه. چون هیچ کدوم ما اندروا نمیستیم، معلق نیستیم، باید زیر پامون محکم باشه. و اگه ما گذشتمون رو نشناسیم و احترام نذاریم، ما هرگز نمیتونیم در زمان حال چیزی بشیم یا آیندهمون رو بسازیم. خانم رساپور آشنایی کامل داره، پیش از این غزل میگفته، غزلیاتش هم لطیف و زیباست. یه بانویست، فرزانه، خیلی مهربونه، اهل همبستگیه، اهل یاری دادن به دیگرونه. و خود مهرانگیز من حس میکنم تمام ذرات دنیا رو دوست داره. یه نوع احساس یگانگی رو دیدم، یعنی حس این که دلش میخواد با همه یکی بشه، اصلا همه رو یکی میبینه با خودش، همه رو دوست داره، از هیچ کس فرار، ولی بدی دیده، از آدم ها بدی دیده. به نظر من آدم هایی که بهشون محبت کرده شاید اون شایستگی رو نداشتن، ولی خوب بیان میکنه. هر شاعری باید در زمان خودش زندگی کنه. و این رو بعد از چاپ دو تا کتابش، یک کتابش هست به نام جرقه زود میمیرد، جرقه زود میمیرد کتاب نخستینشه، کتاب دومش نام داره و سپس آفتاب. این دو تا کتاب بیشتر آثار کلاسیک در این دو تا کتاب هست و شاعرش یه شاعر احساساتیه که حدیث نفس میکنه، بیشتر از خودش، از اون که بر سرش اومده، از تجربیات زنانش سخن میگه و زیباست. یعنی در نوع خودش، در کار خودش زیباست. خانم رساپور در دو دفتر نخستینش یه شاعر زن عاشقه، شاعر زن پر احساسه که همش از خودش، از درونیاتش حرف میزنه، از احساساتش، از رنجاش، از ناکامیایی که دیده و از عشق حرف میزنه، مرتب از عشق حرف میزنه. کاملا معلومه که این بانوی شاعر نمیتونه خودش را دست عشق رهایی بده. حالا شاید خیلی جوونه، شاید تجربه نکرده، به هر حال چه که میگه زیباست، شعر اجتماعی نمیشه بهش گفت. ولی در کتاب سومش که اسم جالبی داره، پرنده دیگر نه، از همین نام این کتاب آدم میفهمه که شاعر یه شاعر دیگریه. او در این کتاب
کاملا عوض میشه، اندیشه هاشو عوض میشه. در کتاب سوم ما با یک جهش خیلی شگفت انگیز اندیشگی روبرو میشیم، یعنی کاملا نشون داده میشه که این شاعری که کتاب پرنده دیگر نه رو سروده با شاعر اون دوتا کتاب خیلی تفاوت کرد و میفهمه که از گذشته گویی اگرچه با احترام باید، ولی الان دیگه زمانش نیست. هر زمانی یک ویژگی هایی داره، یک خواستایی داره. خانم رساپور در کتاب پرنده دیگر نه اصلا به کل عوض میشه، جوری عوض میشه اندیشه هاش، زبانش و بیانش که مثل این که نیم قرن فاصله داره با شاعر دوتا کتاب پیش. یک زبان خاصی رو در این کتاب پیش میاره که پیش از این اصلا من کمتر تو شاعرها دیدم. هم زبان خاصه، هم سبک خاصه، هم تفکرات خاصه تو این کتاب. زبانش در این کتاب تفاوت داره با آدمای دیگه، فکرش تفاوت داره، انگار همش میخواد پرواز کنه، انگار از اون جایی که هست که زمین هست راضی نیست، از زمینی هم راضی نیست و میل پرواز داره به حتی به کرات دیگه و پیش خودش فکر میکنه که اما اگه بریم اونجا، اگه بیاییم همه این دروغا و ریا و خشونتا رو با خودمون ببریم به طور مثال به کره مریخ، خب ما که اونجا رو آلوده میکنیم. این در واقع مثل یه میکروب مسموم میکنه کره کاملا پاک بیگناه رو. فکر قشنگه و کاملا هم به حق میدم که هم چیزی خواهد شد. خیلی شاعر، از طبیعت در کاراش اصلا اثری نیست. بگم مهرانگیز تو چراش مقدارم معترضه، به همه جهان اعتراض داره، یه جهان دیگه ای رو میخواد و اصلا به فکر فردا نیست، راهکار نشون نمیده، فقط همین زمان حال و فریاد میزنه. قشنگ کاراش به دل آدم میشینه. 50 سال فکر کرده انگار و به یه تولد تازه رسیده، هم ساختار قدیم گذاشته کنار، ساختاری که براش زیبا بوده و خیلی هم درش ماهر اتفاقا، ولی اون ساختار رو ویران میکنه، مثل که آدم کلنگ برداره یه خونه رو تا ته خراب بکنه، ویرانش کنه، بخواد بر روی اون یه بنای دیگه رو بسازه که ساخته و ساختار تازه رو به وجود آورده. و اصولا خانم رساپور تو شعراش من میل به نوآوری و پرواز رو بسیار دیدم، یعنی نمیتونه اون جایی که هست باقی بمونه، دلش میخواد فراتر بپره، حتی به کرات دیگه سفر کنه و حتی میگم از نام کتاب اصلا پیداست، میگه دیگه از پرنده حرف نزنیم، از آینه حرف نزنیم، از طبیعت حرف. خانم رساپور به فردا فکر نمیکنه، فقط زمان حال رو میبینه. به هر حال کتاب سومش کتاب دیگر است. من تعریفی که میخوام از این که دفتر بکنم پرنده دیگر نه، میتونم بگم یه دفتر ممتازی، یه دفتری که یه جور دیگه است، از یه سوی دیگه شاعر حرف زده و این خودش یه ویژگیه که بهش یه امتیاز میده و والایی میده بهش. این زبان نوعی در این کتاب میاره، واژه های نوعی میاره، حتی ما با انبوه واژه هایی که زیاد هم معنوس نیستیم باهاش روبرو میشیم تو این کتاب. حالا فروخ هم این کار رو کرده و نیما هم این کار رو درست دونسته که ما واژه های معمولی رو هم بیاریم تو شعر، ولی پیش از اینا مولوی این کار رو کرده، یعنی مولوی به نظر من نخستین شاعر نوپرداز ایرانه، از یه چیزای حرف میزنه که اصلا در اون زمان خیلی شگفت انگیز بوده. خب حالا بعد شاعرهای این زمان هم یه مقدارشون دارن این کار رو میکنن، اگر بتونن با مهارت این کار رو بکنن زیباست، اگه نتونن نازیبا. خانم رساپور خیلی خوب آورده این واژه های نامعنوس محجور رو آورده. زبان خانم رساپور یک زبان تازه، زبان شیک، زبان مدرنیه. به نظر من سبکش کاملا تازه است. من خیلی کتابای شعر مدرن رو میخونم که اکثرش هم بیشتر به هذیان میمونه تا به شعر. تفکر داره، زنی هست که تفکر میکنه، وضع جهان رو میبینه، اطرافش رو میبینه، حدیث نفس خیلی کم داره، از خودش بسیار کم سخن میگه و بیشتر از جمع سخن میگه. این جامعه وحشتناک کنونی رو خوب میشناسه، شلاق و شمشیر و چوبیدار رو میشناسه و از این شناخت رنج میبره. این هم جالبه چون
بیشتر آثار این زمان بازم از خودگوییه و من وقتی میبینم یه شاعری هنوز داره از عشقای رمانتیک زمان لامارتین حرف میزنه حیرت میکنم، چون واقعا این دنیا دیگه جاش نیست. ولی اون این رو خوب فهمیده. پرنده هم دیگه انکار میکنه، چون شعرها آینه، پرنده، آب، اینا رو زیاد، این تعابیر رو زیاد در آثارشون میارم. ولی اون نیورده و از همه فرار کرده، حتی نمیخواد در آینه تصویر بشه، میگه میخوام از آینه عبور کنم، یعنی پرنده رو بذارم کنار و آینه رو بذارم کنار. در واقع رو به جهان نو داره، به یه نو خاص داره. من نمیدونم، نمیتونم روشی نام بذارم روی این سبک، ولی یه سبک خاصی داره که میتونیم بگیم مکتب خودش هست. من بهش مبارکباد میگم برای این مکتب. من از دفتر پرنده دیگر نه یک شعر کاملا زنانه رو انتخاب کردم به اسم شعری کاملا متضاد با شعرهای دیگه این دفتر. قسم به صبح نیرومند، قسم به تشخیص دهندگان، قسم به آخرین نگاه انسان که حقیقت است این سخن و این سخن حقیقت است. آنگاه که ستارگان همه چشم می شوند و زمین یک سر پوست می شود و ماه جیغ می کشد و خورشید غسل می کند فاتحانه، چقدر آنگاه که بستر افتخار مرد می شود و ملحفه مواج می شود از یک زلال متلاطم و همه چیز از یک حس سپید زلال حرف می زند، قناری سپید میخواند، برگ سپید میریزد، باد سپید میآید و مار نیشش را سپید میکند و پوست زن میدرخشد از حرارت، چقدر چقدر. آنگاه که سقف خیره میشود به بستر متفکرانه، سقف بودن اما محکوم به خشک بودن افتخار نیست. آنگاه که لذت در پهنای مقدس خود پخش می شود و ستارگان همه سبز می شوند و آسمان حریر سرمه‌ایش را به تن می کشد و ماه سرخ می طلبد و پاییز آبی از مدار خارج می گردد، چقدر چقدر. مثلث لذت را یک نهاد بلند قامت اندازه می گیرد، زاویه های حاده به خطوط هندسی افتخار می دهند و سایه ترک بر می دارد از درک، چقدر چقدر. ستاره اقبال دروغ است، ستاره اقبال یک نشاط نفرینی است. بنفشه اقبال بگوییم که هم طلایی دارد هم بنفش، چقدر چقدر. زن بودن خوب است، آنگاه که زن هم طلایی حرف میزند هم بنفش، چقدر چقدر. زن بودن خوب است، آنگاه که زن قلم را فتح می کند و زمان خود را از دو سو کنار می کشد و راه می دهد به عشق و فرشته وحی به افق متوسل می شود، برود از اول بیاید و عشق گیومه را باز می کند. حجم یک نقطه نمیتواند بیش از یک نقطه باشد آدم کوچولوها. صفر قد نمیکشد آدم کوچولوها. شاعران عجول، شاعرانی که شتاب زده اشک میریزید، با شهرتهایتان عکس بگیرید به یادگار. شهرت شما مقتوع النسل است و گیومه را بنگ میبندد،
زن پیامبران را به بستر میبرد وازهانه. چقدر زن بودن خوب است، آنگاه که مشرق خورشید در بغل مینگرد مغرب را فاضلانه، و زن با شهامتی ربانی بلند میشود و از زمین فاصله میگیرد و بر پوست مشعشع خود دست میکشد و تپش‌های لقایی پربار را زیر جناق قدرت خود لمس میکند و در منافذ پوستش کف میکند لذت و میخواند نقطه تقاطع زن است، کلید برق زن است، چفت در زن است، موج زن است، زمین زن است. ببین چگونه میزاید میزاید میزاید، عشق میمکد و شاه بیت غزل خود را میسراید. انسان، انسان شاه بیت غزل خاک است. آن شادمانی از سر آن شاخه نیفتد، وسوسه های مقدس. ستاره بر سرتان چسبانده ای، آی خورشید، آی خورشید نامش را پولک دوزی کرده است. تاریکی، علف علف علف، چه ریزه ابریشمینی می روی، برای نسیم رقص در کمرت چنبره بسته است. برقص پروانه، چقدر 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 زن بودن خوب است.